سلام دوستای عزیز خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ترجمه سوالات گواهینام آلمانی امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه تو این قسمت سوالات 581 تا 600 رو با هم کار میکنیم قبل از شروع حتما کانال منو سابسکرایب کنید و اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید بریم سراغ سوالاتمون 581 Sie sind mit einem LKW mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen. Wo dürfen Sie diese unterbringen? شما با یک کامیون به همراه گاری توی راه هستید و میخواید از روی دلسوزی یک شخصی رو با خودتون ببرید این کلمه گفلک کیتس میشه از روی دلسوزی میخواید یک شخصی رو از روی دلسوزی با خودتون ببرید این شخص رو کجا اجازه دارید جا بدید ساده تر بخوام بگم شما دارید با کامیونتون که یک گاری هم بهش وصله جایی میرید یک شخصی کنار خیابونه و شما از روی دلسوزی طرف رو سوار میکنید که تا جایی برسونید حالا این شخص رو کجای ماشین سوار میکنید جواب اول این هاوس داخل کابین راننده اون قسمت جلوی کامیون که راننده توش میشینه به اون میگن کابین راننده که به آلمانی همون فوق هاوس این درسته جواب دوم auf der Ladefläche des LKW روی سطح بار کامیون که میشه همون پشت کامیون این اشتباهه جواب سوم auf der Ladefläche des Anhängers توی گاری توی اون قسمت سطح گاری که مثلا بار میزنی اونم اشتباهه شما فقط اجازه دارید توی اون قسمت کابین راننده شخص رو سوار کنید 582 Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem PKW sorgen? برای چی باید قبل از شروع رانندگی با ماشینتون مواظب باشید؟ منظور سال اینه که قبل از شروع رانندگی باید, باید مواظب چه چی چیزی باشید؟ جواب اول دستی نخ هندن اوز غیخنده اینکه هم این که شما به عقب دید کافی داشته باشید این درسته؟ که کین گیگنشتنده څم بیشپیل فربندکستن اوتو اتلاس فوتو اینکه هیچ یا وسیلهای مثلا جعبه کمک های اولیه نقشه راه دوربین فیلمبرداری یا عکاسی به صورت شل یا شل توی قسمت عقب خود رو نباشه این آوتو اتلس میش نقشه هایی که روی برگه باشه نقشه مثلا شهر روی یک برگه بزرگ است به اون میگن اوتو اطلس و فوت ابقاتم حالا اینجا چند تا مثال فرض زده یعنی که این شیعی توی قسمت عقب ماشین به صورت شل نباشه یه جوری اونو سفت باشه که مثلا یه جایی بسته باشیدش شل باشه خب خطری داره الان این جواب درسته چون ممکنه موقع ترمز زدن این وسیله مثلا پرت بشن به سمت جلو یا این ورانور توی ماشین واسه هم میگه نباید لوزه باشه یعنی شل نباشه باید یه جوری سفت ببندیدش جواب سوم دس اوخ دی Mitfahrer فقط دی فهندنن anliegen انلیگن کنن اینکه مسافرین هم بتونن از کمربندهای ایمنی استفاده کنن اینم درسته شما حواستون به اینم باشه 583 Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein Kind مذارت میخوام این کلین کند چطوری اجازه دارید توی خودروی سواریتون یک بچه کوچیک رو با خودتون ببرید جواب اول اف دم شوس این اواکسنن ای این اتفاقیه که مثلا تو ایران و افغانستان حالا من،, من افغانستان ندیدم ایران بودم خیلی ها این کارو میکردن ترجمهش میشه روی زانوهای ش... یک شخص بالغ خب این اشتباهه حالا تو ایران هم خیلی ها از صندلی بچه استفاده میکردن که من ندیده بودم ولی خب خیلی ها بودن استفاده میکردن ولی دیگه اکثرا میذاشتن بچه رو روی زانه هاشون مثلا جواب دوم این عینه بیبی خگ تشه اوفتن هند غنزیتسن داخل سبد نوزاد روی صندلی عقب یعنی بچه تونو رو توی اون سبد نوزاد بعد اون سبد رو بذارید رو روی صندلی عقب خب این هم اشتباهه کار خطرناکیه جواب آخرمون این اینا فر این فر geeigneten کند گیگنتن رک پروف توی یک دستگاه نگه دارنده مناسب با علامت تاییدیه برای کودک یعنی این رک حالت این یک دستگاهی یک سیستمیه که برای بچه ساخته شده که شما داخل ماشین نصب میکنید داخل سند... روی یکی از ها که میشه تقریبا همون اه صندلی بچه میشه و اونم با پروف سایکن که علامت تاییدیه داشته باشه نه اینکه یه چیزی دست سازی بذاری توی ماشینتون بچه هم داخلش بذاری این درسته 584 وی دورفن زی این ایرم پیکا وی این 5 یریگس کیند میتنمن چطوری اجازه دارید توی خودرو سواریتون یک کودک 5 ساله رو با خودتون ببرید جواب اول اوف در هینترن سیتزبانک mit Beckengurt. روی صندلی عقب با کمربند دو نقطه ای که میشه کمربندی که فقط جلوی شکم شما بسته میشه بهش میگن بکنگارد خب این اشتباهه چون یک بچه کوچیک رو این کار نمیتونید باش بکنید حالا ببینیم جوابه دوم سوم چی میگن auf اینم هنترن زیت مت زیرین مسیگم درائی پونکت گارد روی یکی از سندلی های عقب با کمربند استاندارد سه نقطه‌ای که میشه اون کمربند معمولی که شما میبندید حالا چه راننده باشید چه اون مسافر مثلا بغلش به اون میگن سه نقطه چون سه جا وصل این حالا اینو میتونید تو اینترنت هم کمربند سه نقطه‌ای دو نقطه‌ای به فارسی هم بنویسید چیزش مشخصاتش میاد چه جوریه ولی خب این سه نقطه ای میشه همون کمربند معمولی که شما توی ماشین میشینید میبندید این اشتباهه چرا چون بچه 5 ساله خب خیلی کوچیکه و شما وقتی این کمربند معمولی سه نقطه ای رو ببندید اونی که از روی سینه رد میشه اون بندش اون میاد روی گردن بچه میاد چون قد بچه کوچیکه میاد روی گردنش و این خیلی خطرناک موقعی که شما ترمز بزنید خب بچه خفه میشه حالا جواب آخرمون این اینم دست که ایگنتن میت توی یک صندلی کودک مناسب برای کودک با نشان تاییدیه میت این درسته 585 ایست بای در فروندونگ اینس کیندرزیتس میت پروفت زکن تو هنگام استفاده از یک صندلی کودک با نشان استاندارد به چه چیزی باید توجه جو کنید جواب اول اوس دن پروفت زکن است نیکس اور است نیکس وایتر تو باختن Standard, Chubi, Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein. Sandalier Kudak, -Kudak Chubi, Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein. صندلی کودک باید برای نصب روی صندلی تعیین شده مناسب باشه یعنی این صندلی کودک باید برای اون صندلی خودرویی که شما قصد دارید روش نصب کنید مناسب باشه خب اینم درسته 586 warum ist es gefährlich Sicherheitsgurte nicht anzulegen چرا نبستن کمربند ایمنی خطرناکه؟ جواب اول ویل من بای اینم اونفال اوز دم فاتسویک گشلویرت werden کن زیرا هنگام تصادف آدم میتونه از داخل ماشین پرت بشه یعنی که با کله مثلا به صورت جیلو برید به اون میگن پرت شدن به اون میگن گشلویرت ویدن اه... خب این درسته کمربند نبندید وقتی ترمز میزنید شما با سر میرید به سمت جلو اگه جلو باشید که میخورید به شیشه جلوی ماشین اگه صندلی عقب باشید میخورید به اون پشتی صندلی جلویی میخورید جواب دوم ام شتات فرکر است اس وگن در گرینگن گشوندیکایت اونگفرلیخ در ترافیک داخل شهری به خاطر سرعت پایین بی خطره یعنی اینکه اگه کمربند نبندید خطری نداره اشکالی نداره خب این اشتباهه کمربند رو همیشه باید ببندید جواب آخرمون weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann. چون هنگام تصادف حتی با سرعت برخورد 20 کیلومتر بر ساعت هم آدم نمیتونه خودشو به اندازه کافی نگه داره. یعنی وقتی برخورد صورت میگیره شما نمیتونید خودتون رو به اندازه کافی ثابت نگه دارید. و ممکنه با کله مثلا به سمت شیشه جلو پرت بشید خب این هم درسته حتی با سرعت 20 هم شما نمیتونید خودتون رو به اندازه کافی سر جاتون ثابت نگه دارید و ممکنه با کله برید به سمت جلو بخورید مثلا به شیشه جلو 587 اب ولکه اوفپرال گشوندگکایت موسن زی مت شورن اور تودلیخن فرلتسونگن رکنن ون زی کینن سیکرهایتسگورت انلیگت angelegt زمانی که کمربند ایمنی نبستید از چه سرعت برخوردی به بعد باید تخمین زخمی شدن شدید یا مرگ رو بزنید یعنی وقتی کمربند ایمنی نمیبندید از چه سرعتی به بعد موقع تصادف خطر زخمی شدن شدید و یا مرگ وجود داره جواب اول ها از سی کیلومتر بر ساعت این درسته از سرعت 30 کیلومتر بر ساعت به بعد شما اگه کمربند نداشته باشید و یه تصادف اونجا با یه برخوردی صورت بگیره اونجا دیگه ممکنه یا یعنی اینکه خیلی شدید زخمی بشید یا یعنی اینکه حتی خطر مرگ هم وجود داره جواب دوم اب 50 کیم ها از 50 کیلومتر بر ساعت اشتباهه جواب آخرمون اب 80 کیم ها از 80 کیلومتر بر ساعت اینم اشتباهه تو این جور سوالات فقط یه جواب میتونن درست باشن نمیتونن دو تا درست باشه یا سه تاشون 588. ein PKW ist mit zwei Front Airbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden? Jägmaschin Maschine has biddu kise havo dar jelo der dar kudom sanderli ho bojat kamerwande imeni baste wische. Jauberabwahl, auf allen Sitzen, dar tamom sanderli ho in du حالا جلو که وقتی دو تا کیسه هوا داره مثلا یکی چپ یکی راست دیگه رفتی به این نداره که شما کمربند و مثلا عقب باشید کمربند نبندید دیگه فرق نمیکن شما باید همیشه کمربندی منی ببندید اف الن زیتسن جواب دوم نو افتن دن فور فقط در سندلی های جلو یعنی فقط توی سندلی های جلو کمربند رو میبندیم خب این اشتباهه جواب آخرمون نیت افتن دن فور یعنی توی سندلی ها جلو کمر من نمی بندیم خب این هم اشتباهه همیشه می بندید تو همه سندلی ها باید کمر بندو ببندید 589 واس بروید دیزه وان هنوائز این علامت خطر چه معنی میده؟ این تصویر رو شاید خیلیاتون دیده باشید اف اینم زو گه کن چیخنتن بای فاقه پلات مت بتخیبز بغایتم ایر بک دفع این کندزیتز نو این فرد ریشتونگ werden ویردن. روی صندلی مسافر با کیسه هوا که به این شکل مشخص شده اجازه هست یک صندلی کودک فقط در جهت رانندگی نسب بشه. این درسته. توی تصویرم اگه نگاه کنید تقریبا یه چیزایی مشخصه. بچه پشتش به سمت شیشه جلو هست و وقتی که این سفیده اینجا به معنی همون ایربک هست اون کیسه هوا که وقتی شما تصادف میکنید باز میشه خب وقتی اینجوری باشی شما پشت کودک به سمت شیشه جلو باشه و تصادفی صورت بگیره کیسه هوا باز بشه این باید ممکنه اون بچه رو زخمی کنه و شما وقتی میخواید بچه رو توی صندلی مسافر یعنی صندلی کنار راننده براش جا درست کنید بچه رو سوار کنی، کندزیت مساله میذارید، اون باید صورت بچه یا اون کندزیت باید به سمت جهت رانندگی تماشایی روبه شیشه جلو باشه. منزور جواب اول به این صورت. جواب دوم، آف اینم زو گکن ژیکن تیکن تیم باف آر آپل ات میت بتریپس موس دیر کندزیت اند در درگشتلتن استیل انگبرخت ویسی روی صندلی مسافر با کیسه هوا که به این شکل مشخص شده صندلی کودک باید به این شکل که نشان داده شده نصب بشه یعنی اونجوری که تصویر میگه باید شما سندلی نصب کنید خب توی تصویر نشون میده وقتی شما اینجوری نصب کنید و کیسه هوا باز بشه این بچه موقع تصادف آسیب میرسونه خب این اشتباهه پس یا با آخرمون auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit Betriebsbereitem Airbag darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden. جواب آخرمون دقیقا برعکس این جواب دومی ما هست که به این صورت روی صندلی مسافر با کیسه هوا که به این شکل مشخص شده اجازه نیست صندلی کودک برخلاف جهت رانندگی نصب بشه یعنی اجازه نیست به این صورت که تصویر میگه نصب بشه واسه همین اینم هم درسته داره برعکس اینو وقتی میگه خب این اشتباه بود پس این درسته 590 زی ولن نخ اینم کنده اگه mehrere kleine کلینه کنده نخ bringen. Was ist bei به در in این PkW پیکاوی سو اختن شما میخواید بعد از یک جشن تولد چندین کودک رو به خونه ببرید هنگام جابجایی بچه ها توی ماشینتون به چه چیزی باید توجه کنید Job 1: Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern. Bachchaa bayad tavassut sistem negahdarande ta'in shude imen beshan ke inja Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden. سیستم نگهدارنده برای بچه ها در داخل شهر نیازی نیست استفاده بشه خب اشتباهه همیشه باید استفاده بشه اجباریه دس انشنالن در Kinder مت دن فرهندنن سیکرهایتسگورتن رایخت آوس بستن بچه ها با کمربند های ایمنی موجود کافیه این هم اشتباه یعنی با همون کمربند هایی که توی ماشین هست با همون ببندید کافیه خب این اشتباهه چون بچه ها باید براشون این سیستم های نگه دارنده یا همون صندلی بچه ها رو براشون نصب کنید 591 worauf müssen sie Airbag wollen وقتی میخواید یک ماشینی که کیسه هوا در قسمت مسافر دارد رو رانندگی کنید یا برانید به چه چی چیزی باید توجه کنید منظور صندلی کنار راننده هست وقتی میگه بای و من میگم صندلی مسافر منظور همیشه اون صندلی کنار راننده هست و حالا گفته که ماشینی که میخواید رانندگی کنید کیسه هوا توی قسمت اون بایفقه داره توی قسمت مسافر داره میخواید رانندگی کنید باید به چی چیز توجه کنید جواب اول auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden در صندلی مسافر اجازه هست یک سیستم نگه دارنده کودک رو به جلو نصب بشه خب این درسته گفتم که شما باید همیشه اون صندلی بچه رو رو به جلو نصب کنید که صورت بچه به سمت شیشه جلو باشه جواب دوم auf dem beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete rückhalteeinrichtung für kinder angebracht werden خب این دقیقا بر برعکس این بالاییه گفته که در صندلی مسافر اجازه هست یک سیستم نگه دارنده کودک رو به عقب نصب بشه این اشتباهه باید رو به جلو نصب بشه جواب آخرمون این نخ هینتن گرشتت رک حالت این رکتون فر کندر دارف اوف دن بای نیت انگبرخت این میشه برعکس این جواب دومی و تقریبا شبیه به جواب اولی یک سیستم نگه دارنده کودک اجازه نیست رو به عقب در صندلی مسافر نصب بشه درسته اجازه نیست رو به عقب نصب بشه یعنی که پس میشه مثل جواب اولی باید رو به جلو باشه 592 was ist bei Kopfstützen zu beachten در مورد پشت سری صندلی به چه چیزی باید توجه کنید این کاپشتوتسن هم شما همین کلمه رو به آلمانی توی گوگل سرچ کنید براتون میاد چون خیلی این اجزای داخل ماشین رو شاید اسامیشون نشناسن حتی به فارسیش هم بگی شاید خیلی نشناسن ولی خب که به فارسی میشه پشت سری اون قسمتی از صندلی که دقیقا پشت سر شما قرار میگیره که میتونید بعضی موقع یواستون باشه میشه میشه اونا رو جدا کرد برداشت و دوباره مثلا نصبش کنید اونا کپشتتسن هستن جواب اول اوف دن رکزتسن ارزتسن زی دن زیکرهایت سوالمون گفته بود که در مورد پشت سری صندلی به چه چی چیزی باید توجه کنید جواب اول گفته در صندلی های عقب جای کمربند ایمنی رو میگیرن یعنی وقتی صندلی عقب پشت سری داشته باشه دیگه نیازی به کمربند ایمنی نیست خب این اشتباهه اونا اصلا ربطی به کمربند ایمنی اینا نداره که جای کمربند رو بگیرن جواب دوم زیزیند زند در کپفهر انتشپریشن در بتخیبس انلیتونگ باید طبق دفترچه راهنما یا دستورالعمل نسبت به اندازه بلندی سر تنظیم بشن یعنی وقتی سوار ماشین میشید باید اون پشت سری رو طوری تنظیم کنید که دقیقا پشت سر شما قرار بگیره برای همین میگه باید نسبت به بلندی یا ارتفاع سر تنظیم بشه خب این درسته؟ جا به آخرمون زی ویدن اپتیمال از کارخانه به صورت ایدئال تنظیم میشن یعنی وقتی ماشین میگیرید کارخانه خودروسازی اینا رو به صورت ایدئال تنظیم کردن و شما نیازی نیست دیگه بهش دست بزنید خب این اشتباهه چون بعضیا که تو ماشین سوار میشن خب قدشون بلندتره و این اصلا میاد پشت گردنش مثلا یا بعضی قدش کوتاه از سرش میزنه بالا واسه همین شما باید اینو تنظیم کنید اینجوری که شماره جواب دومون گفته باید اینو طبق اون دفترچه راهنما برای خودتون تنظیم کنید همیشه 593 Während der Fahrt leuchtet die Airbags-Kontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun? In Germanendigi, cheraq nishangare kisehava be surete modam roshan has. eine Werkstatt aufsuchen. Beht hamirgamirim. In Russse? Ja be das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen. وسیله نقلیه رو فورا از ترافیک جاده خارج میکنیم این اشتباهه وقتی این چراغ ایربک روشن میشه براتون اون چراغ نشانگرش دیگه اینقدر خطرناک نیست که شما فورا ماشینتون از ترافیک مثلا بکشید بیرون اینقدر وضعیت خراب نیست ولی خب شما باید هر سریتر سریعتر میتونید یک تعمیرگاهی رو پیدا کنید و برید سراغشون ببینید چه خبره جواب آخرمون نیست ولی دست این سیگنال فدی است هیچی زیرا فقط یک سیگنالی هست که بریم تعمیرگاه این هم اشتباهه یعنی که گفته چیکار باید بکنید جواب آخر گفته هیچی فقط یک سیگنالیه که مثلا یه موقعی بریم تعمیرگاه خب این هم اشتباهه وقتی اون چراغ روشن میشه دیگه سعی کنید هرچی چه سریعتر اگه امکانش هست سریتر یه تعمیرگاه برید 594 dürfen sie auf der Ladefläche ihres LKW Personen befördern befördern میشه در کل حمل کردن یکی مثلا جا جا کردن ترجمهش به این صورت، اجازه دارید توی قسمت بار کامیونتون اشخاصی رو حمل کنید منظور از قسمت بار میشه همون پشت کامیون یا تریلی قسمت لاده فله وقتی میگه میشه اون قسمتی که شما بار میزنید توی کامیون بهش میگن لاده فله ترجمه، منظورم جواب اول یا yeah, diese dort notwendige arbeiten auszuführen بله وقتی که این افراد اونجا کارهای مهمی برای انجام دادن داشته باشند. این درسته جواب دوم یا yeah, diese die ladung begleiten بله وقتی که این افراد بار رو باید همراهی کنن یعنی که اونجا پشت بار زدید و اینا اونجا باشن و با همراهی کنه حالا نمیدونم دقیقا منظورشون از این چیه من به نظر من که کلا جواب جوابای زایه و یه جوری نامفهومی دارن چون بعضی موقع میگن اجازه ندارید توی ماشینتون پشت سر سوار کنید باید توی کابین باشه بعد اینجا گفته اگه کار مهمی داشته باشن اجازه دارن حالا در کل ولی خب شما مهم اینه که بدون جواب درست کدومه و غلط اینا رو توی امتحانتون درست بزنید تمومش بره چون خیلی از سوالات اینا واقعا سوالات و جواب‌های مزخرفه این اشتباهه جاب آخر یا zum sichern der Ladung بله برای ایمن سازی بار این هم اشتباه یعنی که اونجا باشه که مثلا باره از رو پشت, از رو پشت از کامیون نیافت پایین 595وی 5 we können sie verhindern dass ein kind während der fahrt eine hintere tür öffnet چطوری میتونید جلوگیری کنید که بچه موقع رانندگی یکی از درهای عقب رو باز نکنه؟ جواب اول ایک اکتیوی قدی تند قفل مرکزی رو فعال میکنم وقتی قفل مرکزی رو شما فعال کنید تمام درهای ماشین قفل میشه خب این اشتباه چون نیازی ندارید جواب دوممون ایک اکتیوی قدی کند از ایک تون قفل کودکی در های عقب رو فعال می این درسته. شما نیازی نیست که همه همه درار قفل کنید. که این سنترال فقیه شما فعال کنید. همه درار قفل میشه ولی خب شما فقط میتونید می تونید در عقب و کنده زیشه فعال کنید. 596 دو نواده شش. سی مکتن این ein پیکاوی این کند müssen وان موسن سی هیر verwenden? شما میخواهید با ماشینتون یک کودکی رو با خودتون ببرید چه زمانی باید برای این کار از صندلی کودک استفاده کنید جواب اول ون دس کیند التر از 12 یاره و کلاینر از 150 سانتی متر است زمانی که کودک بزرگتر از دوازده سال باشه یعنی مثلا سیزده چارده سال باشه و قدش کوچکتر از 150 سانتی متر باشه این اشتباهه ببینید دوستان این هم دوباره یکی از اون سواله یا جوابهایی که به نظر من خیلی غیر منطقیه و خیلی سوالات زایه که طرح کردن گفته که وقتی که بچه بزرگتر از دوازده سال باشه مثلا 13-14 سال باشه و قدش کوچکتر از 150 مثلا 120 سانت میگیم باشه اون موقع یعنی که دیگه اجاز نیازی نیست استفاده کنی چرا چون سندش بزرگه فقط قدش کوچیکه اینجا گفته سوال گفته کی باید از این کندزیت شما استفاده کنید جواب یک به نظر من باید درست می بود چون بچه هایی داریم که مثلا 15 16 سالشه ولی خب قدش حالا یه عیب رادی داشته یا مشکلی داشته قدش مثلا مونده یک, م... یک متر 20 خب این بازم قدش به نظر من کوچیکه برای کمربند ولی خب حالا جواب دوم دو بخونیم ببینید ون دس کیند یونگ از 12 یاره و kleiner از 150 سانتی متر است وقتی که یا زمانی که اون کودک کوچکتر از 12 سال باشه مثلا 10 سال 9 سال باشه و قدش کمتر از 150 سانتی متر باشه این درسته ببینید تفاوت شما کم فکر کنید حالا جواب آخرم میخونیم وندس کند الته 12 یقه اون ال ۱۵نج ستیتر کودک بزرگتر از دوازده سال باشه و قدش هم بزرگتر از صد پنجاه باشه خب این هم اشتباه اینکه دیگه واضحه چون طرف هم سندش بالاتر از دوازده است و هم قدش دیگه اون کمربند به درستی بهش بسته میشه ولی این جواب یک به نظر من باید درست میبود چون بچه های هستن که با اینکه سندشون از دوازده به بالا هست قدشون خیلی کوچیکه ممکنه قدشون خیلی کوچیک باشه و اینا هم ممکن نیاز داشته باشن ولی خب اینا میگن اشتباه وقتی سندش بزرگ بود ولی قدش از 150 پنج... پنج سانتی متر یک و کمتر بود دیگه نیازی نیست کیندزیت استفاده کنید حالا کاری بهش نداریم شما مثل من خیلی درگیره اینا نکنید خودتون رو فقط ببینید کدومش درسته کدوم اشتباه امتحان رو رد کنید قبول بشید دیگه خیلی اینا به دردتون نمیخوره بعدا که راننده ای کنید فقط موقع امتحان اینا رو لازم دارید 597 welche bedeutung هم weiße tafeln mit einem schwarzen a an einem lkw تابلو سفید رنگ با حرف آ سیاه رنگ روی ماشین های سنگین چه معنی میده یعنی یه تابلوی سفیدی هست که روش با خط سیاه حرف آ یا همون ای نوشته شده خب این چه معنی میده و ببینیم جواب اولمون د ال کوی گفاگوت اون ماشین سنگین داره بار خطرناکی رو حمل میکنه این اشتباهه جواب دوم د ال کوی اون ماشین سنگین داره زباله حمل میکنه این درسته شما وقتی تابلوی سفید رنگی رو دیدید که یک آی مشکی روش نوشته شده اون یعنی که ماشین داره زباله حمل میکنه جواب آخرمون در الکوی ود فون اینم جواب خیلی بالیه ماشین اون ماشین سنگین داره توسط یک راننده تازه وارد رانده میشه یعنی راننده که تازه مثلا گواینامه گرفته راننده یاد گرفته اون داره راننده ای میکنه فقط اینا خیلی ها مثلا ممکن اشتباه بگیرم به خاطر اینکه اینجا از زده و اونم با آیه مشکی رنگ نوشته شده ولی خب اشتباه نگیرید وقتی این تابلو رو دیدید روی ماشین سنگینه اون مال اپفل هست جواب آخر اشتباهه 598 was müssen sie berücksichtigen wenn sie auf dem dach ihres pkw gepäck befördern wollen وقتی که میخواید یک باری رو روی سقف ماشینتون حمل کنید چه چیزی رو باید در نظر بگیرید جواب اول die fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst خاصیت یا کیفیت رانندگی تحت تاثیر منفی قرار میگیره یعنی باعث میشه کیفیت رانندگی کمی خرابتر بشه این درسته شما وقتی که بعدا راننده شدید حالا رانندگی کردید یه مدتی اینو قشنگ حس میکنید وقتی که ماشینتون هیچی توش نباشه فقط خودتون باشید بار نداشته باشید و مسافری توش نباشه یه احساس دیگه دارید خیلی راحت تر و خیلی خوب رانندگی میتونید بکنید ولی وقتی یک مثلا پنج نفر چهار نفر دیگه مسافر سوار کنید ماشینتون سنگین بشه حالا یا مسافر یا اینکه بار بزنید رو سخت و ماشین سنگین بشه کلا اون کیفیت رانندگی یا اون خاصیت یا اون حالت که دارید رانندگی میکنید قشنگ حس میکنه که یک کمی براتون سختتر شده فرمون پیچوندن سختتر میشه براتون به خصوص سر پیچ مثلا ترمز گرفتن گاز دادن اینا همشون کمی فرق میکنه اینو بعدا که رانندگی کردید قشنگ حس میکنه خودتون واسه همین جواب اولام میگه کیفیت رانندگی تحت تاثیر منفی قرار میگیره جواب دوم Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden. از وزن کل مجاز اجازه نیست زیاده روی بشه یعنی باید حواستون باشه که با بار زدن وزن کل مجاز از اون چیزی که توی مدرک ماشین نوشته توی مدارک بیشتر نشه اینم درسته جواب آخرمون دیفوم فاتسویگ هرشتل انگیگی بنه که اونم بتخیبز توی پرانتز نوشه داف نشت überschritten werden dach میشه اون فشار یا باری که روی سقف باشه رو بهش میگن دخ... دخل است ترجمه کاملش به این صورته از بار سقف یا فشار روی سقف که توسط سازنده وسیله نقلیه توصیه شده اجازه نیست بیشتر بشه مثلا توی مدارک ماشین شرکت سازنده نوشته که روی سقف تا حد اکثر 50 کیلو اجازه بار زدن دارید از شما اجازه ندارید از 50 کیلو بیشتر روی سقف بار بزنید خب اینم درسته 59099 worauf müssen sie sich einstellen wenn sie auf dem dach ihres pkw gepäck befördern وقتی میخواید روی سقف ماشینتون بار حمل کنید به چه چی چیزی باید توجه کنید جواب اول دست sich das fahrzeug in kurven stärker neigt این که وسیله نقلیه سر پیچ ها بیشتر متمایل میشه یا کج میشه یعنی این که وقتی بار روی سقف باشه سر پیچ ها احتمال چپ کردن ماشین بیشتره این درسته چون ماشین سنگین میشه وقتی شما فرمان میدید ماشین به سمت به اون جهت خلافش کج میشه و این به اون میگن نایگن یعنی که متمایل میشه به اون سمت جواب دوم دست زایتن ویند امپفیندلیگکایت زونیمت اینکه حساسیت باد از کنار یا باد از بغل بیشتر میشه یعنی وقتی بار روی سقف دارید و باد شدیدی از سمت چپ یا راست به وسیله شما بخوره احتمال خطر زیاده چون ارتفاع وسیله نقلیه به خاطر بار بیشتر شده و مثلا خطر خارج شدن از لان یا حتی خارج شدن از جاده وجود داره اینم درسته این زایتن ویند بیشتر میشه حساسیت به اون باد از کنار بیشتر میشه جواب آخرمون دست دست فاف هلتن دوشتی این که طرز رانندگی توسط بالا رفتن یا افزایش مرکز سقل بهتر میشه یعنی چون بار روی سقف هست و سنگینی وسط ماشین هست طرز رانندگی شما بهتر میشه این قضیه شویه پونکت لگه رو که به فارسی فکر میشه مرکز سقل یا سقل بهش میگه من این کلمه برای من به فارسی هم واقعا جدیده اینو شما میتونید تو اینترنت بزنید ببینید منظورش چیه که حالا یه جورایی میشه چون وسط ماشینه منظورش اینه که اون بار روی سقف هست و وسط ماشین هست سنگینی وسطه واسه همین شما رانندگیتون بهتر میشه این اشتباهه شما بار روی سقف داشته باشید رانندگیتون هیچ موقع بهتر نمیشه بدتر هم میشه تازه سال آخرمون 600 واس موسین زیتون ونزی افتم دخ ایغس پی وقتی میخواید دوچرخه روی سقف ماشینتون هم کنید چه کار باید بکنید جواب با اول هوه گشوندیکایتن فرمایدن از سرعت های بالا اجتناب میکنیم درسته؟ به فستیگون غیل مسی کنترلیگن چفت و بست رو مرتب کنترل میکنیم یعنی اون وسیله هایی که باشون دو چرخه ها رو سفت بستیم مرتب کنترل میکنیم به اونا میگن به فستیگون این هم درسته شما به رو یا اون چفت و بستش رو مرتب کنترل میکنید هل تفاقیتونگ اون فاقیده سicher دستگاه نگه نگهدارنده و دو چرخه ها رو به صورت ایمن سفت میبندیم اینم درسته سه تا جوابمون درست بودم خب این بود از سوالات این ویدیومون امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر جایی سوالی یا مشکلی داشتید تو این سوالات حتما کامنت بذارید من سعی کنم کمکتون کنم تا ویدیو بعدی سوالات بعدی خدا نگهدار